سلام، حسین آلیان هستم از استدیو تک تاکس همراه شما. نخستین به روز رسانی مهم ویندوز 10 حدود یک ماه پیش منتشر شد. یکی از مهمترین تغییرات این نسخه جدید اضافه شدن قابلیت رهگیری دستگاه ویندوزی گم شده است. اگر این به روز رسانی رو دریافت کرده باشید، میتونید قابلیت ردیابی از طریق جی پی اس رو فعال کنید و در صورت گم شدن یا دزدیده شدن دستگاهتون موقعیت جغرافیایی اون رو پیدا کنید. پیش از این برای داشتن چنین قابلیتی میبایست اپلیکیشن های مخصوص این کار رو نصب میکردیم، اما در حال حاضر برای استفاده از این قابلیت لازم به نصب نرم افزار جداگانه ای نیست. این قابلیت جدید ویندوز 10 فقط و فقط موقعیت جغرافیایی دستگاهتون رو نشون میده. نکته دیگه این که برای مشخص شدن موقعیت جغرافیایی یک لپتاپ گم شده، لپتاپ باید روشن و به اینترنت وصل باشه. همچنین اگر کسی لپتاپتون رو بدزده و اون رو ریست فکتوری کنه، اون وقت دیگه تنظیمات مربوط به رهگیری دستگاه فعال نخواهد بود. به هر حال این قابلیت ممکنه در مواردی به کارمون بیاد و خوبه با نحوه فعال کردن اون آشنا بشیم. ابتدا استارت منو رو باز کنید و وارد تنظیمات یا ستینگ بشید. در اپ ستینگ وارد بخش آپدیت اند سکیوریتی بشید و در منوی سمت چپ روی گزینه فایند ماین دیوایس کلیک کنید. اگر اولین باری باشه که وارد این منو میشید و این قابلیت قبلا فعال نشده باشه، اون وقت با پیغام فایند مای دیوایس ایز آف روبرو میشید. برای فعال کردن اون روی دکمه چنج کلیک کنید و وضعیت لغزنده‌ای رو که ظاهر میشه روی حالت آن بذارید. به این ترتیب لپتاپ یا تبلت شما در فواصل زمانی مشخص موقعیت جغرافیایی خودش رو به سرور مایکروسافت بفرسته و شما میتونید بعداً تاریخچه موقعیت‌های جغرافیایی دستگاهتون رو ببینید. پس از فعال کردن این قابلیت، در صورت گم شدن دستگاهتون میتونید به نشونی اینترنتی زیر برید و با حساب کاربری مایکروسافتتون وارد بشید و موقعیت فعلی یا آخرین موقعیت جغرافیایی ثبت شده دستگاه ویندوزیتون رو ببینید. در این صفحه اینترنتی میتونید روی گزینه Find My Device کلیک کنید تا موقعیت فعلی دستگاهتون روی نقشه به نمایش در بیاد. همونطور که از توضیحات ما برمیاد، با فعال شدن این قابلیت موقعیت جغرافیایی دستگاه شما و در نتیجه خود شما برای مایکروسافت همواره مشخص خواهد بود. اگر نمیخواید این اطلاعات در اختیار مایکروسافت قرار بگیره، هرگز این قابلیت رو فعال نکنید.